شما اگر به مفاد پیمان نوین توجه بفرمایید، اگر پیمان نوین به نظر من پیام بسیار مهمی بود برای جناب علیرضا میبودی و علیرضا کیانی که به اصطلاح شاید سال هاست، البته شما بسیار بیشتر، که شاهزاده رضا پهلوی رو میشناسن، با ایده هاشون، با کتاب هاشون آشنا هستن، پیمان نوین شاید خیلی مفاد تازه به معنای حرفای نو شاید نداشت. همون حرفای پیشین شاهزاده بود با تأکیدات بیشتر و به بیان دیگر. اما آقای میبودی فراموش نکنید، کسانی که در دی 96 به خیابون اومدن و یک گسست گفتمانی با پیش از با تحولات سیاسی پیش از اون در درون ایران رو رقم زدن و کسانی که در تابستان 97 و در آبان 98 به خیابان اومدن و در به اصطلاح این ماهایی که بین این خیزش های بزرگ وجود داشت، اونها اکثرا و بیشتر اونها جوانهایی بودند که زیر 30 سال سن داشتن. این رو بنده نمیگم، این رو وزارت کشور جمهوری اسلامی میگه. یعنی کسانی که به اصطلاح اساسا نه تنها دوره پادشاهی پهلوی رو ندیدن و با اون آشنا نبودن، بلکه شاید با خیلی از ایده های شاهزاده رضا پهلوی هم آشنا نبودن. بالاخره نه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور این ایده ها رو منعکس میکنن، ما میدونیم موضعشون نسبت به پهلوی چگونه است، بسیاری از اونا بازماندگان ارتجاع سرخ هستن به تعبیر آریامه، و بسیاری از اونها اساسا در واقع مفتون اون به اصطلاح میشه گفتش که کسانی که در درون پروژه اصلاح طلبی رو پیش می بردن. خب این جوان ها آشنا نبودن با ایده های شاهزاده رضا پهلوی و یه دستگاه عظیم پروپاگاندا که ارتجاع سیاه در درون کشور و ارتجاع سرخ در برون از کشور علیه پهلوی ها به طور کلی فعالیت میکرد. نیاز بود که یک فصل جدیدی آغاز بشه در فعالیت شاهزاده که به نظر من اون فصل جدید پیمان نوین بود، که در پیمان نوین تلاش کرد به نسل جدید بگه کیه و حرفاش چیه. و اینجا میرسیم در واقع به پرسش شما. ببینید شاهزاده رضا پهلوی به نظر من در پیمان نوین بار دیگه ثابت کرد که بیش از اون که یک فعال سیاسی باشه به معنای معمول، یک سرمایه ملیه. ایشون یه توییتر دارن، تو توییتر خودشون وقتی خبر از پیمان نوین دادن، به سرعت پیمان نوین تبدیل به هشتگ ترند اول توییتر فارسی شد. یعنی بدون اینکه اصلا رسانه‌های فارسی زبان بیرون و درون اصلا بخوان حرفی در مورد این مسئله پیمان نوین بزنن. و به اصطلاح دیدیم که در داخل هم امنیتی‌ها، دستگاه‌ها، سایت‌های سپاهی، روزنامه‌های به اصطلاح امنیتی چه واکنشی نشون دادن به پیمان نوین. مثلا مشرق نیوز که سایت سپاه هستش، مثلا بحث استقبال کمرنگ از لایو رضا پهلوی رو در واقع وسط آورد. چه میدونم رجا نیوز، به اصطلاح جهان نیوز، خبرنگاران جوان، همه و همه گفتن که در واقع این پیمان نوین شکست خواهد خورد. ولی ما دیدیم که در واقع پیمان نوین با چه استقبالی مواجه شد. شاهزاده رضا پهلوی اونجا رؤوس مطالب و رؤوس دیدگاه‌های خودشون رو باز برشمردن و نسل جوان، اون کسانی که در خیابان امثال پویا بختیاری، کسانی که در خیابان میارن رو با دیدگاه خودشون آشنا کردن. تأکید کردم من یک مقاله‌ای نوشتم به نام کدهای عملیاتی پیمان نوین که در به اصطلاح ایندیپندنت فارسی منتشر شد. من اونجا به اصطلاح این کدهای عملیاتی رو برشمردم، گفتم پیمان نوین راجع به چی داره صحبت میکنه. اولا پیمان نوین تأکید کرد بر مسئولیت فردی شهروندان برای نجات ایران. نکته بسیار مهمیه. کسی در واقع سوار بر اسب سفید نمیاد ایران رو نجات بده. تک تک شهروندان مسئول هستن، چون که ایرانیان در 3-4 سال اخیر هم البته این مسئله رو نشون دادن. پیمان نوین روی یک دوگانه اصلی تأکید کرد، ایران یا جمهوری اسلامی. ما در واقع یعنی تلاش کرد بگه در مسیر نرمالیزاسیون و عادی سازی مسئله گام بر نمی داره که در واقع کم کم در دنیا ایران به زشتی های این فرقه تبهکار شناخته بشه و به نام جمهوری اسلامی شناخته بشه. به نیروهای نظامی پیام داد در پیمان نوین
و نکته جالب در پیام شاهزاده به نیروهای نظامی تو پیمان نوین این بود که حفاظت از یک پارچگی سرزمینی رو هم ارز دفاع از ملت ایران قرار داد، خطاب به ارتش و به ارتش. در واقع خود شاهزاده هم خب سابقه نظامی دارن، پیشینه نظامی دارن، خلبان نظامی هستن و به از ارتش خواستن که به رژیم اجازه کشتار شهروندان رو نده. و در واقع در ادامه اون پیامی که به عنوان پیمان نوی مشهور شد، دیدیم که شاهزاده مسیر مبارزه ملی رو تعیین کردن. در اونجا بر اعتراضات در محلات تأکید کردن، به معنی اینکه در واقع حلقه های کوچک اعتراضی شکل بگیره در محلات مختلف که سرکوب رو در واقع برای رژیم مشکل کنه. چنان که در آبان 98 ما شمه هایی از این مسئله رو دیدیم که در ده ها نقطه مختلف تهران و شهرستان ها در واقع این حلقه های کوچک اعتراضی شکل گرفته بود و سرکوب رو بسیار سخت کرد و مجبور شدن که خود سپاه رو با اسلحه های جنگی وارد میدان کنند. من این رو چندین بار گفتم، اینجا هم میگم، کم متاسفانه به این گفته فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه توجه شده. فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از آبان 98 گفته بود ما 48 ساعت جنگ کردیم، جمع کردیم. یعنی سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی در آبان 98 مقابل ملت ایران آرایش جنگی گرفت با اسلحه های جنگی تا تونست اونا رو سرکوب کنه. من خیزش آبان 98 رو یک بعدها در تاریخ نوشته خواهد شد، یک برگ پر افتخاری از در واقع مبارزه ملت ایران با این فرقه تبهکار خواهد بود. و در همون پیمان نوین چیزی رو که شاهزاده مدام دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی و ارتجاع سرخ در بیرون از کشور مدام میگن که شاهزاده برنامه نداره، آقا پهلوی برنامه نداره، شما برید بخونید، من دنبال میکنم، دشمن رو باید دنبال کرد ببین دشمن در واقع چی میگه. مدام مانور میدن روی این مسئله که رضا پهلوی برنامه نداره. اولا که قرار نیست رضا پهلوی مملکت رو اداره کنه، قرار یه سیستم مملکت رو اداره کنه. شاهزاده رضا پهلوی هم در این مسیر در واقع یاریگر خواهم بود، حالا در فرمی که ملت انتخاب میکنه. این یک نکته. نکته دومی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فرد برجسته این جریان در همون پیمان نوین هم به کمک متخصصان، البته خودشون همیشه تاکید میکنن، نقشه راه اقتصادی نشون دادن و تو نقشه راه اقتصادی خودشون اشاره کردن به تجربه کشورهایی که پس از سلطه اتحاد جماهیر شوروی رها شده بودن و تونسته بودن به سطوح قابل تحسینی از پیشرفت برسن. یعنی من فکر میکنم اتفاقا اون سوالی که شما کردید که چقدر شاهزاده رضا پهلوی موافق این مسئله هستش با این پرده دری، ببینید من این پرده دری رو که دارم میگم در حوزه عمومی منظور من هستش، در حوزه فعالیت های سیاسی منظور من هستش. پرده دری در زندگی شخصی چیزی مطلوبی نیست، در حوزه خصوصی و روابط شخصی چیزی مطلوبی نیست، ولی من از این تعبیر آمدانه استفاده میکنم، از این تعبیر سنگین آمدانه استفاده میکنم که بگیم ما نیاز داشتیم به این پرده دری، ما نیاز داشتیم که بگیم آقا دغدغه ما دوگانه اصولگرا و اصلاح طلب نیست، دوگانه ما ایران و جمهوری اسلامیه و همون چیزی که در واقع امثال شما، من یادم نمیره، شما خب بالاخره بسیار بیش از من تجربه دارید، سالهای سال بیرون از کشور تأکید کردید و متاسفانه گوشهای شنوایی وجود نداشت در اون مقطع برای شنیدن به امثال شما و شنیدن صدای شاهزاده رضا پهلوی با اون اینکه آقا مبارزه با جمهوری اسلامی در کلیت و تمامیت آن، اتفاقاً همون قشر و فرقه به اصطلاح اصلاح طلب در درون کشور نشون دادن که بیشتر مشکل دارن با براندازان و سرنگونی طلبان که بخش بزرگی از ملت ایران هستن. وقتی عباس عبدی خواستار سرکوب سرنگونی طلبان میشه و اونها رو با فرقه مجاهدین مقایسه میکنه و اونها رو اساسا برآمده از فرقه مجاهدین میدونه، وقتی امثال حمید رضا جلایی پور استاد رانتی دانشگاه تهران سرنگونی طلبان رو، براندازان رو کرکس خطاب میکنه، یعنی ما میبینیم که بعضی از تعابیری که در واقع این به اصطلاح اصلاح طلبان، یا به عنوان مثال میبینید این یه رانتی دیگه است که فامیل رفسنجانی هستش و به واسطه یه رانتی که در جمهوری اسلامی دارن خودشون رو پروروندن، آقای مرعشی،
میاد با صدای بلند میگه براندازان عددی نیستن و در این تیتر یک روزنامه های رانتی جمهوری اسلامی در درون کشور میشه. اتفاقا همون فرقه اصلاح طلب از تعابیر بسیار سنگین تری استفاده کرد. خب ما هم باید در واقع از همین تعابیر استفاده کنیم علیه اونا. چرا در واقع ما باید به دشمن باج گفتمانی بدیم؟ چرا ما باید به دشمن باج سیاسی بدیم؟ لزومی نداره. شما باید از همون تعابیر استفاده کنید. وقتی میبینید که بخش بزرگی از ملت ایران هم صدای شما هستن. و من واقعا فکر میکنم که شاهزاده در پیمان نوین حرفهای خودشون رو به بیان دیگه، به بیان رساتر و به بیان دقیقتر و فنیتر بیان کردن و شما دیدید که از پی پیمان نوین هم کارزار و کمپین بزرگ نه به جمهوری اسلامی بیرون اومد که فرشگرد افتخار داره یکی از گروه هایی باشه که در کمپین نه به جمهوری اسلامی نقش قابل توجهی بازی کرد در کنار دیگر گروه ها و به اصطلاح افراد و چهره های شناخته شده و فکر میکنم که باید منتظر باشیم که از دل کمپین نه به جمهوری اسلامی که به نظر من یکی از یونیک ترین نمیتونم بگم یکی از یونیک ترین کمپین یونیکیه بعد از انقلاب 57 شما اولین بار هستش که ببینید مدام یکی از آی شدید از بازار رو عبور کنیم